تونستن استادان عزیزم که قطعا با نگاه دقیق‌تر و علمی‌تر و فنی‌تر کتاب رو بررسی کردن و بازم سپاسگزاری می‌کنم از دوستانم. مرسی. شماری در این لحظه انجام شده.
اگرچه باید قاعدتا این رو به هم پیوند داشته باشه، یعنی در نهایت اینها به تئوری منجر بشه و این چرخه همینجوری همونطور گفتم ادامه داشته باشه. خودی حالا بعضی ها شاید همیشه پرسش میکنن از رو اهمیت و لزوم مسئله تجزیه و تحلیل برای موسیقی دانها و جامعه موسیقی. خب این مسئله هست که خیلی از جای دنیا بازوی صحبت میشه. من یادم میاد در یکی از کتاب هایی که راجع به تجزیه و تحلیل موسیقی میخوندم، این استاد آمریکایی نمیشه دوستان نشده جولی کارگوره اون بیده بود که اسمش از فالسی این تجزیه و تحلیل موسیقی کل نگر یه روش داره جالبی هم داره در کتابش. ابتداش یه نکته جالبی مطرح میکنه، میگه تو جولی هایی که من درس میدادم تجزیه و تحلیل رو، یکی از دانشجویان که یک نوازنده ویولن خیلی ویرتوز درجه یکی بود و اونجا دیگه همشون تقریبا در مدرسه جولیوا ویرتوزهای درجه یکی هستن، اون یه خیلی چند درجه گفت بعد از چند جلسه اومد و ناراحت من دیگه نمیتونم درست ساز بزنم و بعد که تحلیل میکنم ماجرا رو میگه میخوام وقتی که دارم ساز میزنم درگیر مسائل عقلانی آنالیتیک میشه و حس سازم داره خراب میشه. بعد بر اساس تجربیاتش یه نتیجه داره میگه نکته یه بگیش موسیقی چه سال تدریس آنالیتیک نمیده این شخص و میگه که تقسیم بندی میکنه، میگه که پیج به تحلیل موسیقی و مسائل آنالیتیک تقریبا برای 89 درصد قطعا سودمنده، برای یکی دو درصد امکان داره اصلا سودمند نباشه خطرناک باشه، برای یه 7-8 درصدی مثلا واجب آنالیز نمیتونم کاری در هر حال اکثرش این نمو کنید نتیجه نهایی بودم که بیش از 90 درصد کمک کننده از آنالیز و مخصوصا در وضعیت فعلی و از من موسیقی ایرانی که من قدیمان در مقاله هم رو با خرازش به عنوان تسلیب و انجماد بیاد کردم که مخونم یاد میکنم به وضعیت رو بخیر متسلیب و منجمدی داره موسیقی ایرانی، به این معنی نیست که موسیقی متسلیب شده، به این معنی است که ذهن موسیقی دانه مدت هاست متسلیب شده در برنامه و یک مقدار چاره کار در فرایت های عقلانی هست، یعنی تجزیه و تحلیل میتونه در اینجور موارد به کمک بیاد با قول بعضی از افرادی که در حوزه های دیگه کلان ها رو فلسفی اشاره کردن مثلا وضعیت خاصی دشوار ما و ایران، میتونه اون در واقع سنت به پرسش گرفته بشه، تجزیه و تحلیل عقلانی بشه و عناصریش که پتانسیل اینو دارن که به اصطلاح تقلیز بشن یا تقویت بشن تقویت بشه، یه جوری هم بود کرده انتقا بیدازم شاید از یه زن مصور باید تغییری بکنه یه جوری دیگه بشه و در مجموع کارهای آنالیتیک و عقلانی میتونه بسیار کمک بکنه حتی به فعالیت هنری. من فکر میکنم شاید در ایران هم باید واسی و تفاهمی وجود داره، هر که رسید از عقل و آنالیز میاد یه برچست و قرار برد داده بهش زده میشه و خود من هم اون موقعی که ایسو یک سال دوست هم ایستا پیش شروع کردم درس دادن با یه اونی بچه هست به من زده میشه مثلا این کار علاقه بیدیو اونا بیدیو اینا در سنت نیست و کار بردیو از این حرفا، ولی همچه چیزی لازم هم بیش بس صحت نداره بخاطر اینکه اجداد ما هم سال فاطمی ابن سینا هستم در خورد علاقه بیدیو کاملا دقیقی هم کردم و خب به مرور زمان یه مقداری وضعیت ایران بالاخره وضعیت خاصی دچار شد که شاید کارهای عقلانی تحلیلی کمرنگتر شده و خب نتیجهش هم در سطح کلانتر در مثلا حیات فرهنگی و اجتماعی ایران کاملا دیده میشه. در اول من خیلی راجع به خود کار و جزئیات یا حالا نوشته نظریه در راجع به ادامه این کار باشه خیلی نمیخوام واردش بشم و این جلسه جاش نیست و این نکاتی که گفتم اگرچه بر تجزیه و تحلیل مسلما یک فرایند تفصیلی است و افراد مختلف امکان داره نظرات مختلفی داشته باشن و خب مسلما از زوایای مختلفی میشه به یک اثر هنری نگاه کرد، در هر حال این اثر هنری چیزی که باید از این ساخته و خیلی موسیقی اثر هنری محسوب میشه و غیر از اون برخوردهای حالا آنالیتیک که ساختار صوتی و ساختار موسیقای مسائل یکم زیبایی شناسی و تقریبا میتونه واردش بشه و در اون کماکان جای کار در همه این موضوع ها قطعا وجود داره و هیچ وقت تموم نمیشه. حالا من قطعی که 20 سال پیشم آنالیز میکردم هنوز برای ده هزارمین بار آنالیز میکنم در چیزی جایی نمیگی فرایندی از همیشه رو به بخیر تحول تکامل قطعا هست و در حال من
تبریک میگم به خانم رو به خاطر اینکه در این دوره سخت دوره سختی در پایان ما رو یاد بفهمه من چه امید میگم به دانشجوها که معمولا توی رشته‌های نیروشناسی و دانشجویی تمایل به اینه که از این موضوع کمی دور بزنن مورد مسائل سخت و اصولی‌تر بشن اگر چه بعضی از مسائل هست که فرهنگی شما خیلی مهمه ولی صحبت این مسئله تجربه‌ای واقعا کار سختی بود زمانبر و خیلی به اصطلاح فرسایشی دیگه بارها و بارها خیلیتر رو بیمار نوش کنید به خودتون اجرا کنید رها و گوش کنید نفش ذکر کنید کار خیلی فانی دوست میزنید بیشتر کار خیلی یاد کاری دکتر مسیحی رو کنم خیلی بالاخره زمانبر و به اصطلاح حالا فرسایشی میشن کمی گول نموشه این مقداری کار سخت هست و همین که ایشون در این را قدم گذاشتیم و امیدوارم دیگران هم این راه ها رو ادامه بدن خودش موضوع خوشحالی است و قطعا با این وضعیت به نتایج عملی هم میرسن کما اینکه خب بالاخره ایشون به بیست و چند تا نکته هم اشاره کردن که مثلا در مختصات سبک‌شناسی تصنیف عارف هست و حالا نه به طور کلی برای بتونه دستورالعملی برای آهنگسازی باشه اما بالاخره اگر کسی بخواد به استیل عارف رزبینی کاری بکنه اقلا میتونه بشناسه و این مسئله سبک‌شناسی تازه از جای شروع میشه شاید سودش برای عالی هنری باشه که همه این قواعد یاد بگیرن ببینن که عارف رزبینی استیله یا سبک آهنگسازی رزبینی چی بوده شیدا چی بوده همه جای دیگه چی بوده دیگران چی بوده و در نهایت بعضی که همین رو بنده اینا بزنن که نه خودشون این کارو کنن خودشون بشه باشن یعنی در واقع هم که شما در اصل ما میگم که تو دیگه یاد بگیرید نه اینکه عین اون رو چیز به موقعی که قانون یا میشکن و یه قانون جدید میتونیم بحث کنیم با یه گفتگی تازه از کجا اون رو شروع میشه اون به خاطر از بدیهیات تعریف به خاطر هم مسائل برخلا آنالیتیک پیش نیاز دروس و آموزش های هنری هست با اون جنبه یه سبک‌شناسی هنریش دیگه میره به اون ذهنیت چند ساله اونجا باید پروسسینگ یو سرو پردازشی صورت بگیری که کار بدی هنری در نهایت قرار بشه دوام من صحبت هم خاطر میدم خیلی دوباره تبریک میگم به دوستای عزیزم و یه باید تو فضایی من سلام و عرض ادب دارم و تبریک به دوستان عزیز خانم راقب و آقای منا استاد عزیزم و آقای دکتر اسدی مطالب لازم گفتم هم چه برای رونمایی لازم هست قطعا این تلسی در سی نقد بررسی نیست با که صرفا برای معرفی اولین کتاب و آشنایی مخاطبان با این کتاب هست من چند نقطه کوتاه به طلب ارز خواهم کرد چون عنوان کتاب شامل چند کلمه هست یکی ساختار یکی تصنیف و یکم عارف غزینی یکی دو نقطه در مورد اینها به ذهنم اومد ارز خواهم کرد یکی کلمه ساختار هست که به نظرم خیلی خوب انتخاب شده خیلی وقتها کسانی در موضع کار میکنن کلمات دیگری اصطلاحات دیگری مثل فرم و غیره رو به کار میبرن که معمولا دقیق نیست یا اصلا درست نیست در اینجا آن تعریفی که من از ساختار در ذهن دارم روابط میان اجزاست یعنی در واقع معادل من استرکچر آن اینه که مثلا در ساختار زبانی روابط میان اجزای زبان فاعل مفعول و غیره و در موسیقی حالا این ساختار میتونه ساختار مدال باشه یعنی روابط میان مثلا هسته های مدال و دیگر اجزای مدال یا ساختار ریتمی اون هم به همین ترتیب و یا حتی ساختار فرمان یعنی هر ساختاری لزوماً فرم نیست این دو تا گاهی با هم خلط میشن و اینجا خوبی از این موضوع پرهیز شد یک موضوع دیگه راجع به تصنیف هست من به تصنیف آمان کسی که الان من به پژوهش در حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی هست و برای تحلیل ردیف و برای دریافت شخصی و یا انتقال و از تجربی ها به این نتیجه رسیدم که تصنیف یکی از بهترین الگوها بهترین نمونه ها برای نشون دادن حالات خاص موسیقی ایرانی است به این جهت که تصنیف در واقع میتونم ازش عنوان مد عمیان یاد کنم
بسیاری از گوشه های ما در به ویژه در پایسازی حتی تا حدی در پایسازی دارای ویژگی های هستند، دارای تکنیک های هستند، مثل های تحقیق ها و مقدم ها و غیره که ممکنه کسانی که علاقه من به آمار آمار تردیب هستند حتی تو بایان آم از پیدا کردن جوهر اصلی اون مد بسی کم بعضی از مدها نتوانند. بسیاری از این جوهرها در تصنیف ها به خوبی نشون داده. من فکر می کنم موقعی تجربه شخصی مدید که موقعی ما میتونیم به مد رو بطوره به خوبی بفهمیم که بتونیم تصنیفی درش جست درش بیاریم. تقریبا ما نمیتونیم یک مد اصلی پیدا کنیم که توش نشه تصنیف ساخت. در صورت اون یک مد اصلی نخواهد بود، حتی مدهای فردی کوچیک هم این ویژگی رو دارد. برابر این نقش آموزشی تصنیف بسیار اهمیت داره، ببینید این که اگر حتی مثلا گوشه هایی از زمان قاجار برای ما به چند نوبت و چند واسطه رو باید شده باشن، امکان تغییر در اونها هست، ولی تصنیفی که مثلا از شما حضور یا از دیگران نقل میشه معمولا بدون، یعنی با کمترین دخل تصرف هست. دستگاه رو ممکنه در ورسپانی نمیدونم به قول در تصنیف یا مسائل ریتمیکش اتفاقاتی بیفته یا حتی گاهی شعری این هم برداشت، ولی اون جوهر مدار تصنیف معمولا در جام نمید. این ریتمیک بودن، موضوع بودن تصنیف باید میشه که بیشتر در خاطر بمونه و در واقع تصنیف یکی از مردمی‌ترین بخش های موسیقی کلاسیک ایرانی هست. من در ارتباط بسیار قوی با مخاطب ایجاد میکنه و بعضی این رو میتونه مطالعه تصنیف ها و تحلیل تصنیف ها نقش بسیار مهمی در فهم موسیقی ایرانی داشته. از این جهت این کتاب که از قدم های اولی در این زمین هست میتونه کاملا مفید باشه. به این موضوع هم راجع به عارف قزوینی بگم که در سیر تحول در تاریخچه تصنیف است، بیان سیر تحول تصنیف ما نقاط عطفی داره، مثلا مثل انقلاب مشروطه که اتفاقا مقارن با درگذشت شیدا هم هست. یعنی انقلاب مشروطه و مرگ شیدا به طور سمبولیک به ما یادآوری می‌کنن که دوره‌ای از تصنیف به پایان می‌رسه، دوره تصنیف‌های تغزلی که در اون شما کلماتی و اصالتی جز می و محشوق و سرب و اینها نمی‌بینید. با انقلاب مشروطه دوران جدیدی آغاز میشه، تصنیفات مسائل سیاسی میشه، حتی قبلش اجتماعی هم بوده قطعاً، ولی این در این دوره سیاسی فر میشه، باعث تحریج توده ها میشه و نقش خیلی پررنگتری رو بازی میکنه. عارف بیگمان در این عرصه بسیار مؤثر بوده، شاید بشه گفت سیاسی ترین تصنیف ساز یا حتی موسیقیدان معاصر ما شاید عارف باشه. بنابراین یکی از نقاط عطف تصنیف رو، تاریخ تبع تصنیف رو من فکر کنم بشه مرگ عارف در سال 1312 در نظر دید. یعنی 1312 دورانی است که به طور سمبولی با مرگ عارف اون برحال بگم سختگیری ها هرچی اتفاقاتی که در دوره رضا شاه میفته، مثلا تصنیف نصف ما به سر ممنون میشه یا بعد صفحات شکسته میشه، مرگ عارف به خوبی اون دوره رو نشون میده. دوره جدیدی آغاز میشه بعد از عارف و مثلا با فاطمی هم که داشتیم دوران تحول بر پیشنهاد کردن 1310. من فکر کنم 1312 به طور سمبولی میتونه قرار بگیر مهمی یکی از مثلا 1285 تا 1312 یکی از دوره های تحولی هست. من پرگویی نمی کنم، تم تبریک مجدد، امیدوارم که این کتاب نقش خودش رو ایفا بکنه و قدم های بعدی در این زمین برداشته بشه. خیلی ممنون که توجه کردید.
خیلی متشکرم که الان دنبال کردین صحبت ها رو و جلسه زیرنمایی ما دیگر رو به اتمام هستش. من یک بار دیگر تشکر میکنم از مدیریت محترم شهر کتاب دانشگاه آقای دکتر عبدالله‌زاده، جناب آقای اکبریان مدیر فروشگاه، جناب آقای اکبری مسئول بخش کتاب، جناب آقای بیاد مسئول بخش موسیقی شهر کتاب و جناب آقای نوجوان مقام مدیریت و مسئول هماهنگی. به خاطر امکانی که برای ما فراهم کردن برای برگزاری مراسم رونمایی کتاب بررسی ساختار تصنیفات عارف خزینی و امیدوارم که این جلسه فتح الباب باشه برای سایر رونمایی‌هایی که درباره آثار محافل موسیقی ایران توسط نشر کیمیاگر منتشر شده و منتشر میشه و امیدوارم که جلسه خاطی به رونمایی کتاب رضا محجوبی افسانگر متن پرداز ویولونیست و موسیقیدان چیردست و افسانه‌ای ناصر که نگاشته دوست گرامی و موسیقی پژوه آقای محمد رضا شریفی و بنده حقیر هست بپردازد. در شهر کتاب دانشگاه الان مهیا هستش که شما تشکرهایی که به ساعتهای دیگه هم سر بزنید از کتاب ها بازدید بکنید، کتاب های بخش موسیقی و همینطور بخش های دیگه ای که مربوط به هنرهای دیگه و ادبیات و شعر هستش و این شهر کتاب به خاطر برخلاف قرابتی هم که با گروه موسیقی دانشگاه تهران و دانشگاه موسیقی دانشگاه تهران داره فکر می‌کنم که خیلی محل مناسبی هستش برای اینکه در حال اهالی موسیقی و دانشجوهای موسیقی دانشگاه تهران بیشتر اینجا رفت آمد داشته باشن برای تهیه کتاب و به حال برگزاری مراسم رونمایی و مراسم عظیمش. کتاب برای فروش در فروشگاه مهیا هستش و هر کدوم از عزیزان که خواستن میتونن کتاب رو خریداری بکنن و با امضای مؤلف دریافت بکنن. همینطور وسایل پذیرایی مهیا هستش و خیلی تشکر میکنم ازشون برای اینکه بعد از اون جمعهشون رو به شنیدن مرسه و حضور در مرسم مصروف کردید و خیلی باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.